خب با اجازه همگی من شروع می کنم. من حمیدرضا احمدی هستم از ایونت. فکر کنم به خاطر اینکه حالا تو این وبینار هستین و ثبت نام کردین احتمالا کم و بیش با ایونت آشنایین. من یه توضیح خیلی مختصری هم میدم به خاطر اینکه استخدام خیلی مربوطه به نوع شرکت. شرکت های مختلف داریم و هر شرکتی استخدامش ممکنه فرق بکنه. ما یه شرکتی هستیم که خیلی محصول محور بودیم تا الان و بیشترین افرادی هم که توی سال اول دوم استخدام کردیم افراد فنی و افراد پرادکت بودن. یه شاید 6 ماه 10 ماهه که داریم روی تیم مارکتینگ و فروشمون کار میکنیم و کم کم اون تیم هم قوی میکنیم و بزرگترش میکنیم. ولی خب مثلا برای مثال من یه سال پیش داشتم با یا 6 ماه پیش داشتم با مهدی نایبی که الوپیکو داره صحبت میکردم. اون به خاطر اینکه شرکتش خیلی سریع رشد کرد و خیلی هم حالا لزوماً محصول محور نیست، خیلی لاجستیک داره و خیلی کار پشتیبانی اون چیزا داره، میگفتش که ما آدم که کمی آوردیم به بچه‌ها میگفتیم مثلا پسر خاله پسر دایی فامیلاتون رو دعوت کنین بیان برای ما کار بکنن یه چند ماه و اینجوری استخدام کردن. خیلی سریع براش، خیلی لزوماً افراد متخصص احتیاج نداشت، فقط احتیاج داشت که افراد بیان کار کنن. به هر حال شرکت‌های مختلف سیاست‌های استخدامی مختلفی دارن. من صحبتام 2 قسمته. یکی قسمت اول قسمت پروسه‌ای که ما داریم برای استخدام کردن و چه جور افرادی رو انتخاب می‌کنیم و چه جوری می‌فهمیم که افراد مناسبی بر ما هستن یا نه رو یه مرور می‌کنم. اگه سوال داشتین بنویسین، من همینجوری که دارم صحبت می‌کنم سوالاتون رو می‌خونم. فقط یه ذره کوتاه نگرش دارین که من بتونم چشمی بخونم به جای اینکه وای نسم. و قسمت دومم در مورد فلت بودن یه شرکت میخوام صحبت کنم که فکر کنم که خیلی به هایرینگ و کلا نگه داشتن و جذب افراد متخصص مرتبطه. و اینم بگم که احتمالا خیلی از شماها که من دارم نگاه میکنم، باران، کومودا، استارتاپ‌های دیگه که الان شما هست دارین، احتمالا تجربه خیلی خوبی دارین و حالا لزوما اینجوری نیستش که من ادعایی داشته باشم تو این زمینه. ما الان یه شرکت 15 نفره هستیم، خیلی اومدن خیلی هم رفتن و خیلی خیلی خورده خورده رشد کردیم و بزرگ کردیم. خیلی سعی نکردیم سریع رشد بکنیم از نظر نیرو انسانی و امیدوارم چیزایی که میگم مفید باشه و یه بحثی هم شروع بشه. یعنی فکر میکنم که من همه جوابا رو دارم، خیلی خیلی موقع ها شما بهتر از من میدونیم. خب ما الان پروسه‌ای که داریم برای استخدام، یه چیزی که من یه بار یه جا توی مقاله خوندم و خیلی روم و خیلی برام مهم بود که چیز بکنم، اینه که ما وقتی یه نفر رو استخدام میکنیم که واقعا دردش باشه. یعنی مثلا تیم مارکتینگ واقعا به یه جایی رسیده، الان تیم مارکتینگ 2 نفر بودن، واقعا به یه جایی رسیده که کلافه بودن، یعنی به هیچ کاری نمی‌رسیدن، یه سری کارهای پشتیبانی و یه سری کارهای چیز افتاده رو دوششون و الان چون واقعا دردشو دارن میکشن، ما تصمیم گرفتیم که یه نفر دیگر رو به تیم مارکتینگمون اضافه کنیم. یعنی احساس میکنم که بزرگ کردن تیم باید یه دلیلی داشته باشه و اون و همینجوری فقط به خاطر اینکه پول داریم تو بانک یا اینوستمنت گرفتیم نباید آدم هم تیمی اضافه بکنه. ما الان سیاستمون در کل توی این چند سال این بوده که افرادو به حالت اینترن میاریم. الان از 15 نفری که اینجا هستن شاید یه نفرشون اینترن نبوده، همشون یه جوری اومدن اینجا، اومدن یاد گرفتن. البته اینترنای مختلف هم داریم، مثلا بچهای فنی رو به عنوان اینترن، مثلا جاوا اسکریپت بلد بوده به عنوان اینترن ریاکت آوردیم توی ایونت. بچهای مارکتینگ رو مثلا تجربه داشتن توی یه سری بخشای دیگه
ولی دیجیتال مارکتینگ و استارتاپ یا اینا تجربه نداشتن. در حالت اینترن هم به عنوان بعضی موقع به عنوان اینترنشیپ آوردیم، اینترن آوردیم و بعضی موقع هم به عنوان کسی که حالا همکار تمام وقتمون هست ولی واقعا اومد که یاد بگیره. یعنی همه خیلی این فرهنگ یادگیری اینا بوده. کاری که میکنیم اینه که توی جاب اینجا درخواست میدیم. جاب اینجا خوبیش هم اینه که کارآموزا مجانی هن، میتونین از جاب اینجا استفاده کنین، از چیزهای دیگر میتونین استفاده کنین. اصولا رزومه های زیادی میاد، من اینا رو دونه دونه نگاه میکنم، یه حسی میگیرم که این طرف چقدر رو رزومش کار کرده، چه تجربه داره، چه تجربه نداره، جوونه، جوون نیست. یه ذره هم لاجستیک هم مهمه دیگه، مثلا کجای شهره. متاسفانه تهران انقدر بزرگ شده که ما الان غرب تهرانی، مثلا یه نفر از شرق تهران خیلی واقعا رفت آمد سختشه. یه ذره لاجستیکیناش هم نگاه میکنم و بعد یه سری ستاره میزنم. اونایی که ستاره زدم و تلفنی یه صحبت خیلی کوتاه 10 دقیقه باشون میکنم، دو تا سوال کلی ازشون میپرسم، اینکه 5 سال دیگه میخوان کجا باشن و اینکه چقدر با ایونت آشنان. این دوتا رو ازشون میپرسم، بر اساس جوابشون یه حسی میگیرم. بعد سوالای دیگه هم که ازشون میپرسم بیشتر لاجستیکه، مثلا سربازی رفتی نرفتی، نمیدونم الان اگه یه جایی کار میکنی، اگه بخوای بیای بیرون چند روز طول میکشه، چه جوریه، از کجای شهر میخوای بیای فلان. و بعد از اینکه از لاجستیکم یه سری قرارداد شدن، مصاحبه حضوری دارم باشون. به مرور زمان توی این یکی دو ساله که توی ایونت مسئولیت استخدامو دارم، خیلی بهتر شده مصاحبه ها. اولش واقعا نمیدونستم که چی بپرسم، به چی نگاه کنم، چه علایمی برای من مهمه، چه علایمی برای من مهم نیست. ولی الان چیزی که تو ذهنم هست اینه که یک نفر که میاد جلوی من میشینه توی یک جلسه مصاحبه، دوست دارم یه چند تا چیز رو بدونم و یکیش اینه که چجوری تصمیم میگیره. مثلا یه نفر میاد میگه که من دانشگاه رفتم فلان رشته رو خوندم، بعدش رفتم فلان شرکت کار کردم. این که دانشگاه چه درسی خونده، چه رشته خونده، بعد چه کاری کرده خیلی مهمه، ولی خیلی مهم نیست. این که چجوری انتخاب کرده که این رشته رو، چجوری تصمیم گرفته که این رشته رو انتخاب کنه، بعد اینکه دانشگاهش تموم شد چجوری انتخاب کرده که کدوم شرکت بره، برای چی تصمیم گیری، چه پروسه تصمیم گیریش چجوریه. اینا رو دوست دارم بیشتر بفهمم تا اینکه بفهمم مثلا کجا کار کرده یا چی درس خونده و اینا. خیلی از این سوالا ازش میپرسم که مثلا چی شد رفتی فلان شرکت، چی شد در اومدی، چی شد فلان رشته انتخاب کردی. یه ذره میخوام دستم بیاد که زندگیش دست خودش هست یا نه. یه چیزی که من بهش برخوردم اینه که بعضی موقع ها یه سری آدم ها استخدام میشن میان توی شرکت ولی واقعا زندگی خودشون دست خودشون نیست، یا مثلا دارن ازدواج میکنن، نمیدونم دوست پسرشون دوست دخترشون بهشون میگه که اینجا باش نباش، این کار بکن اون کار بکن، شاید خونن مام باباشون مثلا یه سری انتظارها ازشون دارن، یه سری کار میکنن و این یه ذره برای من تو ذهن من نکته منفیه. من ترجیح میدم که وقتی دارم با طرف صحبت میکنم از جواباش این حسو بگیرم که خودش میتونه تصمیم بگیره و خودش کنترل زندگیش دستشه. خیلی موقعا شده که مصاحبه ها 20 دقیقه بوده، اگر احساس کنم که یه مشکلی هست و به اندازه کافی خوب نیست، تای مصاحبه بهش میگم که احساس کردم که مثلا این مشکل ها هست ولی بازم ما بررسی میکنیم بهتون خبر میدیم، ولی بهش یه علامتی میدم که مثلا فکر نکنم بشه. یه سری هستن که واقعا آدم میشینه باشون صحبت میکنه و یک ساعت و نیم طول میکشه، یعنی یک ساعت و نیم داریم صحبت میکنیم در مورد چیزهای مختلف، اون یه سری چیزهای جالب میگه، من یه سری سوالای میپرسم، اون جوابای خوب میده، من یه سری بحث میکشم یه طرف دیگه، واقعا کیف میده، آدم حال میکنه که مثلا با این یه ساعت و نیم صحبت کرده. و اونا خیلی مصاحبه های خوبی هن. اونا چیزایی هن که من اصلا احتیاج نمیبینم که مثلا حتی دیگه مصاحبه های دیگر هم داشته باشم. اینا به طرف پیشنهاد میدم، باش پیگیری میکنم و سعی میکنم که متقاعدش کنم که بیاد ایونت و
تازگی ها، هر چقدر جلوتر رفتم این اینجور مصاحبه بیشتر شده، یعنی هم رزومه ها رو بهتر میتونم قربال کنم، هم تلفنی میتونم حس بهتر بگیرم، و در نهایت مثلا این آخرین بار که مارکتینگ استخدام کردیم فکر کنم 50 تا رزومه از جاب اینجا اومد و من با دو نفر با سه چهار نفر تلفنی صحبت کردم، با یه نفر مصاحبه کردم و همون نفرم هم آوردم توی ایون. یه ذره دستم اومده که دنبال چی هستم و چی به درد میخوره. یه مسئله دیگه ای هم که این وسط مهمه فرهنگ طرفه. فرهنگم وقتی میگم مثلا کمپانی کالچر و این چیزا، منظور مثلا دین و مذهب و سیاست سیاسی و این چیزا نیست، یا زن و مرد و اینا. مسئله اینه که مثلا ازشون میپرسم که 5 سال دیگه خودتون کجا میبینین، دوست دارم واقعا بگه که من خودم رو کارآفرین میبینم و دوست دارم که شرکت خودم رو بزنم و دوست دارم بشنوم که طرف به استارتاپ علاقه داره و خودش رو واقعا یه استارتاپی و کارآفرین میبینه. احساس میکنم که کسایی که این حس رو دارن و این حالت رو دارن، من خیلی غیر از پولی که حالا چون ما حقوق خیلی بالایی نداریم، خیلی حقوق بالایی نمیدیم، مثلا چون دونم اسنپ و دیجیکالا و اینا نیستیم که مثلا خیلی حقوقای بالا بدیم، ولی اگه طرف کارآفرین باشه من میتونم اینو بهش بگم که واقعا اینجا یاد میگیری و واقعا اینجا اطلاعات در دسترسه و از این امتیاز میتونم استفاده بکنم که یه مقدار حقوق پایین تر بدم، ولی طرف تو ذهنش دو تا چهار تا بکنه بگه که من به هر حال میخوام یه روزی استارتاپ خودم رو بزنم، میام ایون، درسته که ممکنه مثلا چند هم حقوق جاهای دیگه بالاتر باشه، ولی اینجا واقعا تو تصمیم گیری دخیلم و یه حس یادگیری هست و این کمکم میکنه که به هر حال به اون کاری که میخوام خودم بکنم استارتاپ بزنم برسم، بهتر برسم، به جای اینکه برم توی شرکت بزرگتر که مثلا تصمیم گیری معلوم نیست از کجا میاد و اطلاعات در دسترس همه نیست. بهترین کسایی که تو تیممون هستن واقعا این حس کارآفرین بودن رو دارن و من خیلی به این نگاه میکنم و خیلی هم دوست، یعنی واقعا این یه چیز صادقانه است، یعنی اگر مثلا بعد از 2 سال 3 سال یه نفر از تیممون میخواد جدا شه که استارتاپ خودش رو بزنه، واقعا دوست دارم کمکش کنم و استارتاپش رو کمک کنم که بتونه راحت بزنه. در نهایت ولی بعد از همه این پروسه ها، همین قربال کردن و همین صحبت کردن ها، من معتقدم که در نهایت شانسیه، یعنی خیلی خیلی موقع ها بوده که یه نفر واقعا احساس کردم که این خیلی خیلی میتونه که به تیم کمک کنه، ولی بعد از 6 ماه حالا به دلایل شخصی که مثلا طرف ممکن تو زندگیش داشته باشه یا به دلیل این که دلیل مختلف اون کیفیتی که احساس میکردم داره رو نرسیده، یا کیفیت داشته ولی زود رسیده به سقف و جای پیشرفتی مثلا نداشته. یه سری آدم بودن که خیلی مثلا اومدن تو تیم ولی خیلی روشون حساب نمیکردم، بعد از یه مدتی واقعا دیدم که چقدر میتونن به تیم کمک بکنن و چقدر پتانسیل دارن. در نهایت یه مقداریش، یه مقدار از این قرباله بعد از استخدام انجام میشه، یعنی شما به هر حال توی یکی دو جلسه 1 ساعت 2 ساعته خیلی از اون طرف نمیتونی بفهمی و بتونی پیش بینی کنی که این بعد از 6 ماه یا سال چیکار میکنه، ولی خب مهم اینه که حالا یه اصطلاح هست میگن ایزی هایر ایزی فایر، یعنی مثلا هم خوب سریع استخدام بکن و هم اگر بعد از چند وقت میبینی که نتیجه نداره یا طرف به نهایت پتانسیلش رسیده و دیگه نمیتونه چیز بده، باید خودت راحت باشی که این فرد از تیم بره. ما خودمون توی سال گذشته توی 96 اگه اشتباه نکنم 5-6 نفر از ایون جدا شدن و همشون هم هیچ وقت هم کسی غیر از یه نفر که مهاجرت کرد کانادا کسی نبوده از ایون جدا بشه که من نخوام جدا بشه، یعنی همشون کسایی بودن که احساس کردم که یا به سقف رسیدن یا اون کاری که ما ازشون میخوایم و اونا خودشون نمیخوان. برای مثال مثلا یه نفر UI دیزاینر داشتیم که خیلی هم کارش خوب بود،
ولی ما خیلی اصرار داشتیم که روی یو ایکس هم کار بکنه و آسینشو بالا بزنه، مثلا کارهای یو ایکسی هم بکنه، ولی واقعا خودش علاقه نداشت و در نهایت خودش دوزاریش افتاد که شاید اینجا مثلا ما یه چیز دیگه میخوایم ازش، و خودش رفت دنبال کارگشت و رفت و رابطه من هم خوبه. این که افراد بعدن از تیم جدا بشن و واقعا نمیشه کنترل کرد، یعنی الان یه نفر پرسیده که جدا شدن از تیم بیون لطفه میزنه یا نه، میدونی در نهایت من احساس میکنم که دست من نیست. من کاری که میتونم بکنم اینه که یه محیطی رو ایجاد بکنم که طرف راحت باشه، یادگیری توش باشه، چالنج بشه و کار جالب انجام بده. اگه این کار رو تونستم بکنم، خب طرف دو تا چهار تا میکنه و میمونه. اگه نتونم این محیط ایجاد بکنم، چیز نیست، دست من نیست. یعنی هر کاری هم بکنم به هر حال طرف هر موقعی که بخواد میتونه بلند شه بره. و اگر و میدونیم اگه بخوام کارمند بیارم که یه کاری هم که میتونم بکنم اینه که مثلا کارآفرین نیارم، کسی که حس کارآفرینی داره وارد ایونت نشه، کسایی بیاریم که مثلا کارمندن و مثلا منتظرن که رئیس بهشون بگه چی کار کنن و اونا انجام بدن، بعد بشنن دوباره منتظر باشن. و این از نظر ثبات شاید بهتر باشه، اینا شاید مثلا سرشون میندازن پایین، کارشون رو میکنن، شاید مثلا 10 سال هم مثلا تو ایونت بمونن، ولی در نهایت اون چیزی که میخوایم نیست دیگه. یعنی در نهایت ما آدمایی رو میخوایم که خودشون برای خودشون تسک در میارن، خودشون کار خودشون رو پیگیری میکنن. و مسئله اینه که، و اینا توی اون بحث فلت بودن شرکت هم میخوام در موردش صحبت کنم، ولی مسئله اینه که استارتاپ ها در حال جستجو هن. یعنی ما بیزنس مدلمون هنوز کاملا پخته نشده، حتی فکر کنم چون دارم گوگل و اپل و دیجیکالا اینا هم هنوز کاملا هنوز در حال جستجو هستن خیلی موقع ها. و جستجو رو نمیشه فقط به مدیر عامل سپورت، جستجو همه افراد شرکت و همه قسمت هستن، حالا چه مدیرن چه جونیورن تازه شروع کردن، اینا باید در حال جستجو باشن. و اینکه بخوای جستجو کنی این یه کار خیلی چالش برانگیزیه که اگه اون حس کارآفرینی داشته باشی میتونی انجام بدی، نداشته باشی خیلی سخته. فقط دوست داری سرت بندازی پایین، کارتو بکنی، حقوقتو بگیری، بری سراغ عشق و حال عصر و آخر هفتهت. به خاطر همین ما آدمای کارآفرینی میگیریم و اگرم جدا بشن، درسته که ممکنه یه ذره لطمه بزنه به ایونت یا هر شرکت دیگه ای، ولی ترجیح میدیم که اون یکی دو سالی که با ما هستن کارآفرینی کار کنن توی ایونت. پس اخراج کردن من به نظرم یه قسمت مهم استخدامه، یعنی واقعا قربالش توی اون پروسه استخدام انجام نمیشه کاملا، و بعد از 2 ماه، بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه آدم دوباره باید چیز بکنه که آیا این فرد به درد تیم ما میخوره یا نه. و خیلی موقع ها برمیگرده به حقوقی که داره میگیره. ما افرادی ممکنه توی ایونت داشته باشیم که هنوز دارن یاد میگیرن، داریم انداختیمشون تو جاهای جدید، همچنان هی دارن خودشونو تست میکنن، ما داریم اونا رو تست میکنیم و بهشون فرصت میدم چون حقوق سرسام آوری ندارن. ولی اگر یه نفر رو که مثلا خیلی چونه بزنه و بگه نه من جاهای دیگه نمیدونم 3 تومن میگیرم، 4 تومن میگیرم، 5 تومن میگیرم، اینجا نمیتونم کمتر از مثلا 5 تومن بگیرم، اگرم کسی رو که از این اشتباه هم کردم، ولی اگر همچین کسی رو بیارم و واقعا مثلا 4 تومن 5 تومن حقوق بهش بدم، واقعا انتظارم ازش بالاست، یعنی فرصت خیلی بهش کم میدم. یعنی بعد کسی که 5 تومن میگیره بعد از 1 ماه دیگه خودکار کار بکنه و نتیجه برسونه و آمارامون یه تغییر محسوسی بکنه به خاطر حضور این فرد. اگر مثلا 6 ماه لازم داره یا 1 سال لازم داره یا مثلا ممکن نباشه، ترجیح میدم که باهاش خداحافظی بکنم و یه نفر بیارم که یه ذره حالت حس و حال یادگیری رو بیشتری داره و حالا ممکنه طولم بکشه که یاد بگیره و بتونه ارزش برسونه، ولی اون فردی که یاد گرفته هم مدیون ایونده که بهش فرصت داده و همین که
با حقوق کمتری این کار انجام داده. حالا اگه سوالی نیست، من بیشتر دوست دارم در مورد فلت بودن یه شرکت صحبت بکنم. من واقعا اعتقادی که دارم و اینو به بچه های شرکتم میگم، میگم که وظیفه مدیران شرکت، مدیر عامل، فاوندرها اینه که یه وظیفه شون اینه که یه محیطی رو ایجاد بکنن. ببخشید اگه نور هی کم و زیاد میشه، زد نور هی. وظیفه مدیران و فاندرهای شرکت اینه که یه محیطی رو فراهم بکنن، یه ابزاری رو در اختیار افراد متخصص بذارن. حالا این ابزار ممکنه ابزار یادگیری باشه، ممکنه منظور همین لپتاپ و نمیدونم اینترنت پرسرعت و چیزا باشه، که اونا کارشون رو خوب انجام بدن. این واقعا چیزی که من قلبا بهش اعتقاد دارم و واقعا چیزی هم هستش که ما میگیم و واقعا سعی میکنیم که یه محیطی رو ایجاد بکنیم که اونا بهترین کارشون رو تونن انجام بدن. یعنی یه جورایی ما خودمون رو پایین تر از همکارامون قرار میدیم. یعنی ما اینجاییم که محیط رو فراهم کنیم که اینا کار رو انجام بدن و این یه ذره کمک میکنه که اون حس فلت بودنه توی شرکت ایجاد بشه. یه چیزی که توی ایران حالا هستش اینه که یه کانسپتی هست به نام power distance، فاصله قدرت. کشورهای مختلف power distance های مختلفی دارن. یعنی مثلا یه کشوری فرهنگ جامعه خیلی فاصله بین افراد مختلف نمیبینه. یعنی مثلا حالا چه رئیس جمهور باشه چه رئیس شرکت باشه، خودشو خیلی بالاتر از بقیه نمیبینه. توی ایران اینجوری نیست، power distance خیلی زیاده. یعنی افرادی که حالا هم میگم تو جامعه دیگه، هم چون وزیرن، نمیدونم رئیس جمهورن، چون خودشونو خیلی بالاتر از بقیه میبینن، مردم خیلی پایینترن. این فرهنگ توی شرکت هم هست، مدیر عاملا خودشونو خیلی بالاتر از افراد شرکت میبینن. و این لزومن، من تزم اینه که این لزومن توی استارتاپ ها جواب نمیده، اینجوری فرهنگ اینجوری. و این فرهنگ که فاصله قدرت رو زیاد میکنه رو خیلی میبینیم. من چند تا مثال مثلا شما فکر کنم میتونین بگین که چجوری ما فاصله ها رو زیاد میکنیم. مثلا اینکه لقب دکتر و مهندس و این چیزا میذاریم روی افراد، مثلا باعث میشه که فاصله ها بیشتر بشه. یکی مثلا مدیر عامل، من دیدم خیلی از شرکتایی که حالا یه ذره سنتی تر هستن، مثلا مدیر عامل اتاق جدای خودش رو داره، میز و ستاپ و کامپیوتر رو تو اتاقش، نمیدونم فلت سکرین 75 اینچی داره و میز کارش خیلی با بقیه فرق می‌کنه. اینا همش غیر محسوس یا محسوس باعث این بیشتر شدن فاصله قدرت میشه توی شرکت ها. خیلی از شرکت سنتی تر که نمیدونم خودتون هم دیدین، مثلا مدیر که وارد میشه همه بلند میشن وای میسن. خیلی خیلی مثال های دیگه هم هست، فکر کنم شما بتونین چیز بزنین. مثلا افرادی که کارمندا میان ساعت ورودشون رو اعلام میکنن و انگشت میزنن چیز میشه، ولی مثلا مدیر میتونه بره تو ساعت کارش دست خودش فلانه. اینا همش چیزاییه که ما سعی میکنیم توی استارتاپ توی ایونت ازشون جلوگیری و بهشون توجه بکنیم و سعی بکنیم که فاصله ای واقعا بین مدیر عامل و بقیه نباشه. یعنی مثلا من خودم میزم کنار بقیه است، چیزا خاصی ندارم، منم لپتاپم همون قیمت لپتاپ بقیه است، هر چیزی، هر قانون و قوانینی که برای بقیه هست برای خودم هم هست. یعنی این چیزها رو سعی می‌کنیم رعایت بکنیم که به فلت بودن این شرکت کمک بکنه. و یه چیز خیلی مهمتر هم غیر از این چیزهایی که حالا یه ذره شاید سطحی باشه، چیزی که مثلا که زدم مثلا نشستن سر میز و فلان چیزا، و یه چیزی که واقعا خیلی مهمه کامیونیکیشن، طرز صحبت کردن.
و طرز صحبت کردن خیلی میتونه مهم باشه. مثلا من یه چند مثال اینجا گذاشتم. مثلا من میبینم که به عنوان مدیر عامل میبینم که مدیر مارکتینگم استراتژی که در حال حاضر داریم کار نمیکنه. میرم تحقیق میکنم، آمارا رو نگاه میکنم، مقاله میخونم، شب تا صبح فکر میکنم، صبح تا شب فکر میکنم، به ذهنم میاد که این استراتژی فعلی کار نمیکنه، باید استراتژی نمیدونم ایکس رو اجرا کنیم و بریم روی استراتژی ایکس در آینده نزدیک. این طرز کامیونیکیت کردن من با اون فرد خیلی به نظرم مهمه. من میتونم حالت فرمانی برم بهش بگم، بگم که آقای مدیر مارکتینگ استراتژی X اجرا شود. این خیلی راحت یه فرمانه و این یه اثری داره دیگه. این یه ذره برمیگره به اون که مثلا من خودم رو خیلی فاصله و بالاتر از مدیر مارکتینگ هم میبینم. یه جور دیگه که یه ذره پایین تره، یه ذره شاید مثلا فلت تره میتونم بگم، میتونم بگم که لازمه که استراتژی X را امتحان کنیم. یه ذره مثلا اون تندی فرمانش کمتره، مثلا این باید یه چیزی رو امتحان کنیم. خودم هم خیلی مطمئن نیستم، حس میکنم که بعد استراتژی ایکس رو امتحان کنیم. یه جوری که یه ذره پایین ترم هست، حتی میتونم بگم که یه ذره حتی سواله ولی سوال نیست، میگم که مدیر مارکتینگ چطوره استراتژی ایکس رو اجرا کنیم. اینه باز یه ذره حالت فلت تره، خیلی دستوری نیست. دارم بهش یه امکانم بهش میدم که مثلا بگه نه خوب نیست. یه جور که واقعا هم سوالیه میتونم ازش بپرسم، میتونم ازش بپرسم که فکر میکنین که استراتژی X الان مناسبه که مثلا بریم سراغش؟ مثلا این خیلی قشنگ دارم مشورت از باش میکنم، میگم فکر میکنی که استراتژی X تو این زمان مناسبه یا نه. یه جور دیگه ای که میتونم بگم که یه ذره بازم حتی فلت تره اینه که میتونم بهش بگم که میتونم اصلا پیشنهاد استراتژی X رو ندم. میتونم بگم که به نظرت استراتژی فعلیمون جواب میده یا نه، مثلا بیا بشینیم تحلیل بکنیم که استراتژی فعلیمون برای چی ممکنه جواب نده، جواب میده، جواب نمیده،